کشتارها و شکنجه ها در عراق برگزار کردند. در این کنفرانس جولیان آسنج مؤسس ویکیلیکس گفت در این اسناد مرگ تعداد 109 هزار نفر مستند شده است. در همکاری با نهاد شمارش اجساد ما مشاهده کرده ایم که 15 هزار نفر که در خشونت ها در عراق کشته شدند هرگز پرونده های آنان قبلن در جایی اعلان نشده است. به گفت افشاگری ما نشان می دهد که ارتش آمریکا خود منبع مهمی از این گزارش هاست. هر روز سربازان در سراسر عراق درباره کشتارهای خشونت آمیزی که صورت گرفته یا شاهد آن بودند و یا از آن مطلع شده بودند گزارش های دقیق و منظم می نوشتند. تاریخ ها، زمان ها، موقعیت های دقیق، اسامی، سن و شغل قربانیان همگی در این گزارش ها آمدند. بسیار خوب است که این اطلاعات گردآوری شدند، اما مخفی نگه داشتن آنها طی این همه مدت اشتباه بوده و غیر قابل توجیه است. آسوشیتد پرس گزارش داد اسناد منتشر شده از سوی ویکیلیکس حاکی از بدرفتاری مقامات امنیتی عراق با زندانیان تردیدهای جدیدی را درباره تلاش‌های نوری مالکی برای ماندن در قدرت برای دور دوم انتخابات برانگیخت. گزارش آسوشیتد پرس که توسط فاکس نیوز هم منتشر شده است می‌افزاید این اسناد در حالی منتشر می‌شود که مالکی پس از 7 ماه که از انتخابات می‌گذرد هنوز برای حفظ مقامش تلاش می‌کند. گزارش می‌گوید که مالکی علیه اسناد منتشر شده موضع گرفت و اظهار داشت انتشار این اسناد برای تخریب انتخاب مجدد وی برای نخست وزیری می‌باشد. خبرگزاری آسوشیتد پرس با استناد به اسناد منتشر شده توسط ویکی‌لیکس نوشت گزارش‌های جمع‌آوری شده توسط نیروها و افسران اطلاعاتی آمریکا خاطر نشان می‌کنند که نیروهای آمریکا اغلب در پیگیری و جمع‌آوری اسناد و شواهد معتبر مبنی بر بدرفتاری، شکنجه و کشتار اسرا و زندانیان توسط نیروهای عراقی کوتاهی کردند.